وقتی ربکا از آرتا وانتون جدا شد، خیلی موقعیت بدی براش به وجود اومده بود، از این نظر که ربکا یه جورایی میشه گفت کل حرفه کاریشو با اکیپ وانتونز شامل هلیا و رها وانتونز بودن جلو برده بود و با همدیگه داشتن تولید محتوا میکردن، هم توی کانال یوتیوبش هم پیج اینستاگرامش. و بعد از اینکه از آرتا جدا شد، طبیعتاً دیر یا زود باید با اون افراد اکیپم قطع رابطه میکرد و نه تنها ربکا این کارو کرد، بلکه بعدش اونس به خوبی اکیپ مستقلی رو بر خودش تشکیل. میشه گفت اولین کسی که ربکا سعی کرد که تو این به مستقلی که تشکیل داده بیارتش و با همدیگه قوی تر از قبل بتونن کاراشون رو جلو ببرن، کوسر یا همون تاکسیگر بود. چون دقیقاً توی همون تایمی که ربکا از آرتا جدا شد، کوسر هم از آریا جدا شده بود و از سمتی هم یه جوری میشه گفت که کوسر خیلی جنبه و پرستیژ یوتیوبری داشت، خیلی بلاگر حساب نمیشه و به نظر من یکی از بهترین انتخابایی که ربکا میتونست بکنه این بود که بره با کوسر اکیپشو تشکیل بده و تولید محتوا بکنه. و از اون سمت کوسر هم خیلی گزینه خوبی بود براش ربکا و طبیعتاً فکر میکنم از نظر روحیه‌ای هم با هم دیگه میخوردن و تونستن تو اون تایم با هم دیگه اکیپ بشن و کاراشون رو جلو ببرن. هر چقدر که ماجرا جلوتر میرفت، به این اکیپ آدمای جدیدی اضافه میشدن، مثلا یاسی هم اومد اضافه شد، یاسی که خودش هم یه جورایی از اکیپ وانتون جدا شده بود چون دوست پسر سابقش کارگردان کارهای گروه وانتونز بود. و از اون سمت پارمیدو هم که یه جورایی بینابین بود اومد سمت ربکا، که به نظر من خیلی تصمیم خوبی گرفت، چون که الان به وضوح میتونید ببینید که ربکا قادری خیلی خیلی ایمپرشن و ویو بیشتری داره توی کل فضای مجازی. و اما به نظر میاد که ربکا این گسترش اکیپشو و یه جورایی لینک زدن جدیدنشو نمیخواد متوقف بکنه، که به نظر من خیلی حرکت هوشمندانه‌ایه. چون الان اگه نگاه بکنید مثلا کوسر خیلی دیگه فعالیت نمیکنه، یا از اون سمت مثلا یاسی آنچنان فعالیتی نمیکنه، پارمیدو هم که خب خیلی دور شده از ربکا، هر جور بخوایم حساب کنیم دیگه نمیتونه محتوایی باهاش تولید بکنه، مگر اینکه از راه دور بخوان یه وقتایی کلاب بکنن. بنابراین ربکایی که همچنان توی ترکیه است، به نظر من باید بتونه اکیپشو باز گسترش بده. و این بار یه اتفاق خیلی عجیب و غریب افتاده که فکر میکنم به خصوص طرفدارای ربکا و حتی طرفدارای نیکا خیلی شوکه زده شدن از این ماجرا. اونم این بود که به نظر یه مراسمی رو به بهانه تولد ربکا، هرچند که خیلی ازش گذشته، اومدن برگزار کردن و یه عکس مشترک با هم دیگه گذاشتن که نشون میداد به نظر ربکا و نیکا میخوان وارد یه فصل جدیدی از همکاری بشن. اگر بخوام یکم منصفانه به این اتفاق نگاه بکنیم، ربکا قادر از نظر حداقل از نظر پرستیژ کاری خیلی بالاتر از نیکا فلاحیه، هرچند که از نظر مثلا ایمپرشن فکر نمی‌کنم فرقی بکنه، حتی شاید نیکا فلاحی ایمپرشنش هم یه جورایی بشه گفت بیشتره. اما ربکا قادر هیچ وقت نمیومد با سوژه هایی که بقیه بلاگرا کانتنت درست میکردن، مثل اینکه مثلا خیانت کرده با دوست پسرش، یا مثلا با هم دیگه آشتی کردن، قهر کردن، یا الکی مثلا بیام برای دروغ 13 با هم دیگه ازدواج بکنم. تو فلاحی خیلی خوب از این سوژه ها استفاده میکرد یه جورایی، بخاطر همینم هم خیلی واکنش های منفی بیشتر توی کامنت های این پست بود. مثلا یکی نوشته بود که ربکا از تو انتظار نداشتم نیکا آخه، یه نفر دیگه نوشته بود که استاد یکی به آخر نیکا فلاحیه، چون اولش هم خیلی مشخص نبود این ماجرا. یکی دیگه نوشته بود که ناموسن نیکان نه. یه نفر دیگه کامنت گذاشته بود که نمیدونم چرا از هر شخص یا پیجی خوشم میاد به طرز عجیبی یهو بعد یه مدت یه ربط به نیکا پیدا میکنه. یه نفر دیگه نوشته بود نیکا با علامت سوال. یکی دیگه هم داره نوشته بود نیکا با کلی علامت سوال. یه جورایی میشه گفت که اگه می‌خواستیم میانگین بگیریم، اکثریت موافق نبودن از این اتفاقی که افتاده بود. یکی نوشته بود که آخه تو چه به نیکا. و از اون سمت هم شاید مثلا بعضی از طرفدارای نیکام حتی اومده بودن یه گاردی گرفته بودن. اما به شکل میانگین بخوام نگاه بکنیم، اکثریت طرفدارای ربکا بودن که مخالف بودن با این ماجرا. من چه آدمی باشه دیگه حالا نیکا. باشه سوال بعدی، شخصی هست که از لحاظ خوشتیپ ترین بودن بتونی ازش نام ببری؟ پیش تویی دیگه بخوام بگم. بچه ها من همینجا اعلام میکنم که من تا الان هرچی راجع به نیکا گارد داشتم اشتباه میکردم. نیکا من در این رفتیقه زندگی منه. آه من ربکا هم تیپاشو دوست دارم. آره اگر یکم بخوایم برگردیم به قبل، به نظر من کسی که یه جوری نخ داد که
حالا ربکا و نیکا با هم یه وارد یه رابطه‌ای بشن و یه سری همکاری ها بکنن خود نیکا فلاحی بود، چون قبلا یه ویدیوی خیلی وقت پیش گذاشته بود که من خودم هم بهش ریاکشن رفتم، با نگین فضلی بود فکر کنم، اصلا توی کانال نگین بود که اونجا اومد برای اولین بار خیلی روک از ربکا تعریف کرد و گفت خوش تیپ ترین کسیه که میشناسم بین بلاگرا. اومد یه ویدیو گذاشت نیکا فلاحی توی کانالش و نوشت که مهمون ویژه دارم، حدس بزن کیه، که همونطور که همه تشخیص داده بودن از روی کاور مهمون ویژه‌اش ربکا. این ماجرا به همینجا هم ختم نشد، حتی نیکا فلاحی اومد خود ربکا و برادراشو که همچنان توی ترکیه هستن دعوت کرد که بیان خونه‌اش و کلی عکس منتشر کردن و همونطور که می‌دونید رضا خیلی شخصیت فانی داره، اونجا کلی مسخره بازی کرده بودن و عکس گرفته بودن و به نظر میومد که خیلی جدیه. حتی ماجرا از اینجا هم پیشتر رفت، یه دونه در واقع عکس مشترک گذاشتن نیکا فلاحی و ربکا از یه پروژه‌ای که مشخص شد جفتشون توش حضور دارن و اون این بود که فکر می‌کنم با مرجان گلشین قرار بود یه کاری انجام بدن، حالا یا عکاسی بوده یا تبلیغ احتمالاً یه محلی توی ترکیه بود، اما برای اولین بار بود که هم نیکا هم ربکا اونجا حضور داشتم. بعد الان با پویان بریم خرید شبو بکنیم، با من همراه باشید. همین الان حس بزنید که مهمونامون کی میتونه باشه. میخوام یه هنرنمایی ریزی بکنم، من که آشپزی بلد نیستم، حالا به هر حال سعی میکنم یه سری کارا بکنم دیگه با این وضعیتم. با من باشید، با من همراه باشید. نمیدونم چرا امروز زود خسته نشدم، با اینکه بیشتر مسئولیت گردن خودم بود. بریم بیرون. نمیدونم. سلام. خوش اومدید. سلام. بابا رضا من کوچولو هم. خوش اومدید، خوش اومدید، بفرمایید بفرمایید. بابا خوش میگذره؟ اونو جواجه نکردید؟ از جمله‌ای که رضا بهش گفت موقع ورود، حالا براش میگم شراب آورده بودن، جمله مثلا نیکا رو داشت میگفت که من کوچولم چرا اینو برام هدیه آوردی، نشون میده که قبلا با هم دیگه در ارتباط بودن، در صورتی که فکر کنم اکثر دنبال کننده‌های چه نیکا چه ربکا فهم می‌کردن که اصلا نیکا و ربکا تا الان هیچ مراوده‌ای با هم نداشتن، در صورتی که الان مشخص شد حتی رضا هم نیکا رو چندین بار دیده به شکلی که کامل میدونه که مثلا حالا تیک کلام نیکا چیه و داره همونو دوباره موقع ورودش میگه. برگشتن شما همش کسای خوب پیدا کردن. موقع گرفتن بعد مثلا اگه بخوای جواب بدی چه بدی 300 دلار 400 دلار. فرض بگو. خب بچه‌ها من اون گله رو گرفتم. واسه این گله. این گله خب دیگه میمونه. آها من آدمم، من مادرم از کودکی که منو تو آغوش میگیره واسه پسرم دروغ نگو. من دروغ نگفتم. میگه گفت چرا گلتون قشنگه؟ بگو می‌خواستین واسه این دست گل بگیم خفنه بود، نه دروغ میگه. خیلی خفنه. آها اون گلای دیگه، گلای قیمتش 4-5 هزار بوده. قرار بود تری شده دم دستی تر. آقا اینا داریم می‌خوام بنازیم دور. اینا داش مینا تو. اینا اگه خودتون جای نبرید. باش من نخوره نگرفتم، نه فکر کنم قبول 450 لیر اونم 450 لیر بچا دروغ میگم. آخه واقعیت من 450 لیر تو قسم میخورم که حقیقت محض دارم. 450 لیر دستم کاغذی بهت میدم. دست با کاغذی رولی چوب دتایی نمیدم، اونم نمیدم. 450 لیر یارو بهمون میدم، بندازین 100 تا. چی بود؟ شما نظرتون چی بود؟ اولین بارم بوده ولی واقعا به اولین بار. اولین بارم بود. نه اولین بارم بود که تنها این کارو کردم. میگم اولین بار. نه بلد بود. من اول مهمونی که رفتم جلوم عرق گذاشتم با سیرابی. اولین بارم بود. یعنی هممون اولین بار. ما همه ویجیتریانی آره. خدا بابا باری کرده آره آفرین ربکا فلفل بابا یه بابا کل مصمره رو بازینه کرد درست کنم. بچه های یوتیوب من تلگرام همه شاهدن، بچه ها کامنت بذاریم نکته مهمی که وجود داره اینه که اگه خودتونم چک بکنید خیلی راحت میتونید متوجه بشید که اکثر کامنتایی که گذاشته بودن برای این ویدیو نیکا، با وجودی که توی کانال نیکا بود و هنوز ربکا ولاگ نکرده این اتفاقی که افتاد و این مهمونی که رفتن و داشتن راجع به ربکا صحبت میکردم، گفتم فقط به خاطر ربکا و رضا اومدیم، اکثر کامنت ها از سمت در واقع لشکر قادر پناه بودن، طرفدارای دو آتیش نیکا فکر نمی کنم اندازه ربکا باشن. بی استعداد بزن دیگه، خود فروخته بزن دیگه، بشتن بزن دیگه، منزدی حالی بود خیلی بزن با مجاهی دیری بدن با
بابا ما بخواد دختر بخواد الان بخاطر ناخونش نمیتونه بزنه، تو بخاطر اینکه انگشتت میخورد به اون. آره ما تو بتون انگشت کنی خودت خوشگل میزنی. من خودم کارو نشده بودم کسی. امتحان کنم چه جوریه؟ بده امیر رضا. من خودم همین. من پوریا چی کار می‌کنم؟ بده حیوان. بده امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. قبلا من یادتون باشه ربکا با خوتن یه مدت می‌خواستی همکاری بکنه و یه رابطه جدیدی رو شکل بده. چندین ویدیو هم گرفتن اما به نظر من نتونست ادامه پیدا کنه. حتی فکر می‌کنم خوتن هلیارم فالو کرده که همین نشون میده دیگه نمی‌خوان آنچنان جدی با هم همکاری بکنم. توی کامنت ها بگین که فکر می‌کنید همکاری نیکا فرلایی ربکا میتونه ادامه پیدا بکنه و باعث بشه که خیلی کانتنت های زیادی با هم تولید بکنن یا نه بعد از این مدت کوتاه احتمالاً تموم میشه. اگه میدونم دوست داشتید لطفاً لایک کنید.